خب دوستان سلام با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم تو این ویدیو کلمات پرسشی رو بهتون یاد میدم یه کلمه خیلی مهمی هست در پرسش ها کلمه پرسشی آیا این کلمه همونجور که اینجا میبینید پسوند می هستش که میچسبه به کلماتی که راجبشون دارید سوال بله نه خیر میپرسید یعنی در یک جای مشخص از جمله نمیاد راج... کنار اون کلمه ای می میاد که شما راجبش دارید سوال میپرسید علاوه بر اون سایر کلمات پرسشی رو هم تو این ویدیو بهتون یاد میدم ولی مهمتر از همه کلمه پرسشی آیا هستش که به چهار شکل با اون آشنا خواهید شد جدول هماوایی صدا رو داریم اینجا میدونید که در ویدیو قبلی هم داشتم این رو در قسمت بالا صداهای کلوف در قسمت پایین صداهای نازک رو داریم و در زبان ترکی پسوندها بنابر هماهنگی که باید در این صداها وجود داشته باشه پسوند به کلمه متصل میشه خب اگر هجای آخر کلمهمون به آ و ای ختم بشه پسوند مو. اگر به ا و ای ختم بشه پسوند می اگر به او و او ختم بشه پسوند مو اگر به ا و او ختم بشه پسوند می رو داریم خب همونطور که میبینید آ و ا از بین خودشون با صدای ا, ا هماهنگی دارن. ا و ای با صدای ای هماهنگی دارن او و او با صدای او او و او با صدای او هماهنگی دارن خب حالا بریم نگاه کنیم ببینیم در یک جمله چه در چه جاهایی قرار می گیرد خب ما این جمله رو داریم محمود بگن اوکولا گیتی محمود امروز به مدرسه رفت سعی کردم چهار تا کلمه براتون انتخاب بکنم که این چهار شکل پسونده رو در هر چهار شکل واسهتون توضیح بدم نگاه کنید هجای آخر کلمه اولمون به او هجای آخر کلمه دوم به او هجای آخر کلمه سوم به آ و هجای آخر کلمه چهارم به ای ختم میشه پس هر چهار مورد رو من تو این جمله بهتون درس خواهم داد خب چی گفتم؟ گفتم که پسوند البته پسوند نیست کلمه است ولی خب چون هماهنگی داره به زبونم میاد بگم پسوند کلمه می در کنار کلمه‌ای که راجع سوال میپرسیم قرار میگیره. مثلا ببینید گیتی یعنی چی یعنی رفت فعلمون هستش ما در این جمله راجع به اینکه محمود به مدرسه رفته و یا نرفته آیا رفته و یا نرفته راجع به رفتن سوال میپرسیم خب نه به مدرسه نه به امروز نه به محموده راجع به اینکه رفته و یا نرفته در زبان ترکی ما میرو کنار کلمه ای که راجع به سوال پرسیدیم میاریم همونطور که میبینید علت اینکه چرا میرو انتخاب کردیم اینجا واسه مشخص کردم به خاطر هماهنگی صدا با صدای ای اینجوری میشه مثلا تو فارسی ما اینو اینطوری میگیم آیا محمود امروز به مدرسه رفت ما با اینتونیشن با اون تأکیدی که روی کلمه داریم میپرسیم که اصل سوالمون راجع چیه ولی در ترکی کلمه سوالی آیا کنار کلمه ای که میخوایم بپرسیم ظاهر میشه میریم مثال بعدی که بیشتر متوجه بشید محمود بوگون اکولا م گیتده ماحمت بوگون اکولا می ما اینجا چی رو میپرسیم اکول یعنی مدرسه ما اینجا میپرسیم که آیا به مدرسه رفته یا جای دیگه رفته ما اینجا مکان رو مورد سوال قرار میدیم مدرسه رو مورد سوال قرار میدیم اکولا مه یعنی به مدرسه رفته یا جای دیگه رفته تو فارسی میگیم که آیا محمود امروز به مدرسه رفت؟ خب ما اینو موقع صحبت کردن مشخص میکنیم با تون صدامون ولی وقتی روی کاغذ نوشته میشه مشخص نمیشه که دقیقا کجای جمله به کجای جمله اشاره داریم ولی تو ترکی مشخص میشه چرا؟ چون کلمه سوالی آیا بعد اون کلمه که راجع به سوال میپرسیم میاد خب همونطور که میبینید صدای آ رو داشتیم اینجا صدای آ رو داشتیم اینجا و پسوند م رو انتخاب کردیم خب بریم مثال بعدی واسه کلمه بعدی محمود بگون می گیده آیا محمود امروز به مدرسه رفت؟ ما داریم کلمه امروز رو به مورد سوال قرار میدیم میگیم آیا محمود امروز به مدرسه رفت یا دیروز رفته بود یا مثلا یه وقت دیگه رفته بود ما داریم اینجا کلمه بوگون رو مورد سوال قرار میدیم همونطور که میبینید با صدای او در هجای آخر بگون پسوند می رو آوردیم بریم سراغ مثال بعدی محمود مو بگین اکولا خب اینجا راجع محمود سوال میپرسی میگیم چی؟ آیا محمود امروز به مدرسه رفت؟ یا سمیرا رفت؟ یا یکی دیگه رفت؟ داریم محمود رو مورد سوال قرار میدیم پس ما کلمه مو رو بنابر هجای آخری کلمه بعدش میاریم که مشخص بشه ما داریم راجع به چی سوال میپرسیم اگر چیزی که سوال میپرسید فقط یک کلمه باشه مثلا بگیم مثلا محمود مد نظرتونه مثلا تو فارسی میگیم چی میگیم محمود ولی تو ترکی میگیم محمود ما بخوایم بپرسیم امروز علامت سوال مثلا میگیم چی بگون مو یعنی این کلمه ای آیا باید کنار اون کلمه ای که مد نظرمون هست بیاد خب بیایم سراغ کلمه های پرسشی دوستان یادتون نره یه دفتر وردارین اینا رو همه رو یادداشت بکنین چون که با تکرار هستش که شما یک زبان رو یاد میگیرید دفتر یادتون نره اگه تا اینجای ویدیو واسه جالب بوده لطفا لایک بکنین اگه استفاده کردین که منم هم خستگیم در بره به هر حال اگه استفاده میکنین یه زحمت کوچیک هم برای ما بکشین و اگه کسی به این ویدیو احتیاج داشت حتما براش بفرستید که دیگران هم استفاده بکنن خب نه یعنی چه چیزی و یا مثلا چی فرضم بخوای به،, یه نفر بگی چی گفتی مثلا میگید چی نه ولی نه معدبانه نیستش بهتره که نگید یا واسه یه نفر از تعجب فرزن بگه چی؟ چی شد؟ مثلا اونجا مثلا میتونه از نه استفاده بکنه. نیی. نیی یعنی چه چیزی را اینجا پسوند مفعولی گذاشته کنار کلمه نه که صدای ی هم بین دو تا حرف صدادار اومده نیی یعنی چه چیزی را حالت مفعولی داره داره مفعول رو سوال میپرسه کیم کیم یعنی چه کسی اگه پسوند مفعولی اینجا نیوردم بردم متاسفانه پسوند مفعولی ای کنار کیمی بیاد کنار کیم بیاد میشه کیمی که اون وقت هم میشه چه کسی را کیملر جمع بستیم اینجا کیملر یعنی چه کسانی نسل نسل یعنی چگونه، چطور، نسل، هنگیسه، خب هنگیسه یعنی کدام، این در حالتیه که اه... کدام را داریم سوال میپرسیم. باز پسوند مفعولی ای رو داره، بین دوتا ای هم صدای سامت سه اومده، اه... میشه هنگیسه، یعنی؟ کدوم رو مد نظرتونه خب بعد از کلمه هانگی که یعنی کدام اسم میاد مثلا هانگی چوجک؟ کدوم بچه هانگی کتاب کدوم کتاب خب هانگی یعنی کدام هانگی سه باز هم یعنی کدام و در واقع مثلا میگه کدوم رو کدوم رو خب کچ تانه کچ یعنی چند تا خود کاچ یعنی چند کات تانه یعنی چند عدد تانه همون دانه این فارسی هستش البته از کلمه عدد هم استفاده میکنن کات عدد عدد هم یعنی عدد کاچ تانه یعنی چند عدد چند تا کات پارا یعنی چه قیمتی بعضی وقتا فقط کاچ هم میپرسن یعنی چند خود کاچ یعنی چند کاچ پارا چه قیمتی قیمتش چیه کاچ کیلو چند کیلو کاچ کیلو چند کیلو نزامان یعنی چه زمانی چه وقتی کی نزامان نرده و یا نرده اصل کلمه نرده هستش ولی در زبان گفتاری نرده هم میگن نرده یعنی کجا و یا کجاست نره کجاست ی... نره ی اینجا یعنی به کجا نره ی... به کجا؟ خب، ساعت کچتا یعنی چه ساعتی؟ خود ساعت کاچ یعنی ساعت چنده؟ ولی ساعت کچتا یعنی چه ساعتی؟ خب، ببینیم اینجا... چی داریم مثالای دیگه ای زدم براتون از مکالمه های روزمره که ممکنه خیلی باهاش سر کار داشته باشید و یا بخواید استفاده بکنید مثلا میگیم کیم سنمه می، بنمه میپرسیم می که چه کسی تو یا من اگه اینا رو پشت سر هم بپرسیم میشه چی کیو میگی منو میگی یا خودتو میگی کیم سنم بنمه ببینید اینجا مثلا تو علامت سوال اینجا مثلا می مشخص میکنه که این سوال هستش آیا داری خودتو میگی یا داری من رو میگی با رنگ های مختلف هم مشخص کردم که متوجه بشید نسل شویلمه یعنی چه جوری اینجوری شعل یعنی اینطوری یعنی همین جوری که نشونت میدم می هم اومده که به سوالیش بکنه نسل شعل م چطوری اینجوری هانگیسه بومو شما یعنی کدام کدومش این یا آن البته قبلا شو رو به عنوان این بهتون درس داده بودم ولی خب شو هم برای این هم برای آن هم استفاده میشه اینجا هم به خاطر اینکه متفاوت باشه نوشتم شو یه خود تکلیفش مشخص نیست ولی بیشتر در کاربرد به معنای این استفاده میشه هرچند به معنای آن هم بعضی وقت استفاده میکنه خب هنگی رنگ ماوی می مرمو کدام رنگ آبی یا بنفش کدام رنگ آبی یا بنفش نرده. برادمه. ارادمه. میگه کجا؟ اینجا یا آنجا؟ خب. اونجوری که اینجا نوشتم خوندم. ولی خب با یه تلفظ متفاوت هم شما ممکنه در زبان گفتار مواجه بشید. میشه چی؟ خود این کلمه ها رو اینجوری میخونیم. نرده. برادمه. ارادمه. این مثلا درست حساب ولی خب آمیانش اینجوری میشه نرده بردامه، اردامه. بردا یعنی اینجا اردا یعنی آنجا خب نه زمان بگن مو یارن مو شمد سونرا میگیم که چه وقت امروز یا فردا الان یا بعدا با رنگ هایی که مشخص کردم میتونید معنی ها رو ببینید بوگین یعنی امروز یارون یعنی فردا شیمدی یعنی الان سونرا یعنی بعدا اینا رو همه رو یادداشت بکنید و حفظ بکنید دوستان رنگ ها رو معمولا نگفتم شما خودتون از گوگل ترنسلیت میتونید رنگ ها رو پیدا بکنید که اون نیازی به ویدیو نداره از دیکشنری میتونید پیدا بکنید خب اینجا برای همواری صدا مثال آوردم براتون کیمی احمدی می سونگلو سلینی می ببینید کنار هر اسمی که میاد فهم میکنه کیمی یعنی چه کسی را آحمت می آه ببخشید احمدی می احمد را می، سونگل می را سلینی می سلین را خب تو مثال بعدی نشون بدم این هماوادی صدا دوستان خیلی مهمه بهش یه مقدار دقت بکنید مغز خود به خود اصلا اون حالت دهنتون میره که هماهنگ بشه با اون صدا یعنی سونگولو می نمیگیم سونگولومو خیلی راحت تره یا سلینیمو مو نمیگیم سلینی خیلی راحت تره این هماوایی رو مغز هم خودش تشخیص میده و شما خیلی راحت میتونید ام... یعنی آداپته بشید برای این هماوایی صدا اینه که زیاد سخت نگیرین راحت مغز خودش میدونه چجوری جوری رو ایجاد بکنه خب کاچ تانه اچمه ایکی تانه میگیم چی؟ چند تا سه تا یا دو تا خب اینجا میتونستم اوچ تانه هم بگم موردی نداشت خواستم بگم که دوتاش هم درسته کاچ تانه چند تا اوچمه ستا ایکی تانمه و یا دوتا. ببینید کنار اعداد با اعداد هم میتونید تمرین کنید تد... چیز این صدای همواهی صدا رو برای کلمه آیا. خب نره یه اوه می ایشه به کجا؟ به خانه یا به سر کار؟ یه بار دیگه میخونم نرهیه به کجا؟ اوه می؟ به خونه؟ ایشه می؟ به سر... یا میری سر کار ساعت کچتا بشته می؟ درده می؟ میگیم ساعت چند؟ ساعت پنج و یا ساعت چهار بش یعنی پنج. بشته یعنی در ساعت پنج. درت یعنی چهار. درته یعنی در ساعت چهار. میشه چی؟ در ساعت چند؟ پنج یا چهار؟ اینجوری میگیم. ساعت کاچتا بشته می درته می؟ دوستان این جمله ها رو یادداشت که کردین سعی کنین تا میتونید اینا رو سریع بخونید اول یواش یواش بخش بخش بخونید بعد سریع بخونید که ذهنتون سریع به سریع گفتن و سریع یاد گرفتن و سریع اکس عمل دادن عادت بکنه خب گرچکتن مه یعنی واقعا گرچکتن تنمه واقعا به راستی دورو ما دورو ما یعنی آیا حقیقت دارد دورو یعنی درست حقیقت یالان ما مگه دروغه مثلا بخواد به این نفر بگی چیه مگه دارم دروغ میگم اون وقت میتونید بگید یالان ما اویله یعنی آیا اینطوره و یا مثلا بخواید بگید اه e, پس اینطوریه اون وقت برمیگردید میگید چی اویله می -e مثلا وسط دعوا یا خورد جمله ها <تص> جمله ها داره بیخ پیدا میکنه اوله دیگرمه. اینجا هم میگیم چی؟ این نیست؟ اوله دیگرمه. اینطور نیست. دارم اشتباه میگم. درم درست میگم چجوریه. پس اگه اینطور نیست پس چجوریه. اوله دیگرمه. اولر ما ایلشه؟ اولر ما ایلشه؟ یعنی مگه میشه چنین چیزی؟ و یا چون فرزن بخواید بگید که خواهش میکنم این چه حرفی میزنید اون وقت این جمله رو میتونید استفاده کنید مثلا میگید چی ریجای دارم اولور مایلشه اولور مویلشه یعنی مثلا مگه میشه همچین چیزی خب حالا اومدیم در حالت در وقتی که بخوایم واسه صفات فائلی همونجور که اینجا میبینید بخوایم حالت سوالی جمله بسازیم اون وقت این حالت چارگانه رو در صرف فعل داریم یعنی حالت آیا کلمه آیا میاد صرف میشه میشه چی؟ میشه مییم، میسن می میز میسینیز می, می, می،, می, می, می. دقت کردید ای ها رو چجوری خوندم؟ تو ویدیو قبلی هم گفتم نمیگم مییم، میسین می میز میسینیز می, می،, می ایه می می. ای فارسی نیستش اینا اینا اشتباهه می ترکی رو یه مقدار خفه تر یه مقدار تر، یه مقدار بسته تر تلفظ میکنیم یه بار دیگه تلفظ میکنم میم میسین می میز میسنیز، می دقت کردی نگفتم می گفتم می اینه که در تلفظ درستش هم سعی کنید که دقت به خرج بدید که زیباتر بتونید صحبت کنید وقتی که صحبت میکنید صداتون گوشنواز باشه خب من میم یعنی آیا من هستم مثلا ام... چی بگیم مثلا هاستا هاستا یعنی مریض خب بن هاستا میم من, من مریضم آیا من مریض هستم سن هاستا مسن آیا تو مریض هستی؟ او هاستا ما آیا او مریض است؟ بیس هاستا میز اگه دقت کرده باشین این ایه بی نقطه رو دارم استفاده میکنم چون با هاستا باید حالت هموای صدا داشته باشه بیس هاستا میز یعنی آیا ما مریض هستیم؟ سیس هاستا آیا شما مریض هستید؟ اونلار هستمه؟ آیا آنها مریض هستند؟ مثلا بخوام پسوند میم رو در حالت میم استفاده کنیم یه کلمه بگم که صدای ای رو داشته باشه در آخرش میگم چی؟ ازگون Üzgün یعنی gamgin. Ben üzgün میوم. Sen üzgün میسون. O üzgün mü? بیز üzgün müyüz? سیز üzgün müsünüz? Onlar üzgün mü? اینجوری هم صدا رو هم رایت میکنم. میتونی صفات مختلف رو برای هم صدا استفاده کنید. خب، حالا بریم ببینیم چیا داریم. اه؟ همین مثالی که زدم و اینجا نوشتم خب بن هستمیم یعنی آیا من مریض هستم سن ای میگه آیا تو خوب هستی حالت خوبه او کوچیک آیا اون کوچیک است مثلا لیوانه مثلا میگیم کوچیکه یا بزرگ او کوچک می خب بیز دلی میست یعنی آیا ما دیوانه هستیم مگه ما عقلمون رو از دست دادیم منظور جمله اینه میگه مثلا مگه ما عقلمون از دست دادیم بیز دلی میز سیز یورگون موسونوز آیا شما خسته هستید یورگون یعنی خسته سیز یورگون موسونوز آیا شما خسته هستید اونلار بیوک آیا آنها بزرگ هستند مثلا لباس به خود سایزش بزرگ شده اونلار بیوکمه آیا آنها بزرگ هستن؟ خب همونطور که میبینید هم صدا رو تو اینها ایجاد کردید برای اینکه تمرین داشته باشید همین صفاتی که اینجا هستن رو برای کل شش صفات ملک شش صفت فاعلی میتونید تمرین بکنید مثلا میتونید ای رو بذارید ببخشید اشتباه شد اشتباهی اومدم برم صفحه قبل همون صفاتی که اونجا داشتیم رو دونه دونه اینجا بذارید و هماوای صدا رو به اضافه صرف فعل می چیکار کنید تمرین بکنید و هر سوالی داشتید هم میتونید بپرسید من در خدمتتون هستم بریم صفحه آخر موفق باشید دوستان ویدیو رو یادتون نره که لایک بکنید اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید که از ویدیوهای بعدی هم خبر داشته باشید چون معلوم نیست من چه زمانی ویدیو بدم خب موفق باشید